سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگری از سری برنامه‌های سردبیر در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. مطابق چهارشنبه‌های هر هفته در خدمت جناب آقای حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی از ایران هستیم که قبول زحمت کردند همراه من هستن در این برنامه. سلام عرض میکنم جناب آقای آصفی و سپاسگزارم از حضور و همراهی شما در این برنامه. عرض سلام خدمت آقای نخل احمدی و بینندگان محترم، در خدمتون هستم. بسیار سپاسگزارم جناب آصفی. ما در چند روز گذشته شاهد معرفی دولت جدید و کابینه جدید بودیم که در مجلس هم به جز یک وزیر، وزیر آموزش پرورش، مابقی وزرا رأی اعتماد گرفتن و خب دولت جدید شروع به کار کرد. یک سری حرکت های نمادین ظاهرا انجام دادن. آقای رئیسی سفری به خوزستان داشتن، برخی دیگر از وزرا هم میبینیم در صدا و سیما حضور بسیار پررنگی دارن و خب صحبت هایی میکنن مبنی بر اینکه قرار هست که بر حال کاری بکنن کارستان. میخواستم با توجه به شناختی که شما از این وزرای جدید دارین، سابقه اونها و شرایطی که الان ایران با اون روبرو هست، آیا واقعا در بضاعت این دولت و این وزرا میبینین که با بحرانهایی که الان ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن بتونن روبرو بشن یا نه؟ جمهوری اسلامی به شکل و هویت و ماهیت واقعی که برای خودش تعریف و تدوین کرده و در گام دوم انقلاب اون بیانیه آقای خامنه‌ای آمده، نزدیک و نزدیک و نزدیکتر شده و برای همین است که بسیاری از نیروهایی که ممکن بود فضای دوگانه ای رو در حاکمیت ایجاد بکنه و یک نگاه متفاوتی رو باز ایجاد بکنه، از قطار نظام به گونه ای پیاده کردن و تیغ حسب و نظارت گردن اونها رو هم زد. خب نمونش خود آقای علی لاریجانی بود، آقای ظریف بود که اصلا نیامد. یعنی این گام بزرگی است به سمت همون دولت اسلامی و گام دوم که بعد میخواد برن به سمت تمدن اسلامی. اما حالا این یک بحث کلیه که حکومت داره میرود به سمت یک دست شدن و یک دست میخواد یک دست ترک کنه خودش رو و بتونه تا آرزات داخلی خودش رو ببنده. حالا دلیلش هم اینه که این تحلیل قوت گرفت در این حکومت که دولت‌های بوروکرات و تکنوکرات تا حد زیادی میتوانن به اصطلاح هم ذهن مردم و هم ذهن هستی مرکزی قدرت رو به یک نوعی دو صدایی بکنن و بگن خب برخی از مشکلات دیپلماتیک هست، برخی از مشکلات سیاست‌های میدانی ما در منطقه هست، یا برخی از رویه‌ها و سیاست‌های به اصطلاح پوپولیستی مانع از این میشه که ما بتونیم خدماتی رو انجام بدیم. این هم ذهن هستی مرکزی قدرت رو دو صدایی می‌کرد و همین که یک پیام متعارض و متفاوتی رو به جامعه میرسه. آیا خامنه‌ای تشخیص داد که دیوان از 1400 پی همه چیز رو به تنده ما و یکی از بی‌سوادترین و بی‌تجربه ترین و در این حال وفادارترین و بله قربانگون ترین آدم که آقای رئیسیه، که اگر هر اتفاقی در ایران بیفته، هر تغییرات بزرگ اجتماعی صورت بگیره، گوشش بسته است. به دلیل اینکه ایشون سابقه به هر حال قضایی بسیار منفی و بسیار خونباری داره و در نتیجه نمیتوانید تحت هیچ شرایطی از منویات و از اوامر مربوطه سرپیچی بکنه و مجبور عین خود هسته مرکزی قدرت که با لجاجت هرچه تمامتر در برابر نرمال کردن سیاست خارجی، در برابر آشتی با منطقه، آشتی با جهان، آشتی با مردم ایستاده، ایشون هم بیسته و یک نیروهای وفادار این چنینی میخواست. خب طبیعی است که کابینه هم در همین راستا شکل میگیره. افراد صفر کیلومتر اما وفادار، افراد بی سواد
اما وفادار و باز به قول خودشون انقلابی. شما در درون مجلس که اینها میخواستن برن هیچ برنامه ویژه شما از اینها نمیبینید، فقط میگفتن انقلابی هستن. آقای رئیسی میگفتن من شهادت میدم که ایشون انقلابیه. یعنی اساسا چیزی به عنوان برنامه‌ای که بتواند کشور رو معضلات و مزرات استراتژیکش رو از کرونا گرفته، از برجام گرفته، از تحریم گرفته، از اقتصاد گرفته، چه برنامه ای دارن؟ فقط یه سری ادعاهای پوچ بی اساس و اینکه ما میخواهیم مثلا فضای فرهنگی رو وزیر ارشادش جدیدن گفته چنان فضای مشعشعی به راز فرهنگی درست بکنیم که تا ایران تا کنون به خودش ندیده. چی میخواد بکنه وزیر ارشاد؟ میخواد فضا رو باز کنه؟ آقای آصفی یک لحظه من عذرخواهی میکنم وسط صحبت شما. ببین ما در یک حوزه شما به بحث کرونا رو گفتیم دیگه، معلوم به حال وضعیت ایران در مورد کرونا جزو وخیمترین کشورهای دنیا هست، چه به لحاظ تعداد آمار مبتلایان چه به لحاظ جان باختگان به نسبت جمعیت. خب یکی از دلایلی هم که تا الان مطرح شده، مهمترین دلیل هم قصور در بحث واکسیناسیون و ورود واکسن بوده. آقای مخبر، خب اثر من شمس هست که ایشون به عنوان رئیس ستاد فرامین امام یکی از کسانی بود که هم وعده داد که واکسن برکت قرار هست به زودی بیاد و تعداد بالا تولید بشه که نشد، و هم حالا صحبت‌های هست مبنی بر این که یکی از کسانی که خب جلوی واردات واکسن رو گرفتن ایشون و نهاد تحت امر ایشون بودن. خب ایشون آمدن و الان شدن معاون اول و باز می‌بینیم بلا فاصله اینها چرخش‌های بسیار زیادی انجام دادن و صحبت از لزوم واردات واکسن میکنن. حتی آقای خامنه‌ای اعلام کردن که واکسن فایزر و مثلا سینوفارم هم میتونن وارد بشن با شرط اینکه مثلا در آمریکا و انگلیس تولید نشده باشن. این چرخش ها به نظر شما به دلیل فشار اجتماعی بوده یا نه اینها به هر حال به تغییر دولت مربوط است و اینکه خب اگه قرار است گشایش انجام بشه این گشایش در دولت جدید انجام بشه؟ این برمیگرده که این بحران همه جای جهان تقریبا بحران کرونا مهار شد. حتی کشورهای مثل افغانستان و عراق که بحرانهای وسیع‌تری دارن، بحرانی جدی مثل ایران ندارن. امولغرای اسلام و کسی که قرار بود که 5 واکسن بزرگ رو رونمایی کردن و گفتن که به زودی ما بزرگترین پنجمین ساز واکسن ساز جهان میشویم، رتبه پنجم رو میگیریم و اگر امریکا هم سردار سلامی گفت نیاز داره به امریکا هم میدیم اگر مشکل داره و جاییدگی داره. اینها یک سیاست، یک تضاد خیلی خوب از همون بعد یک تضادی بین سنت و مدرنیسم هم بوده دیگه. از قم شروع شد گفتن غلط، در حالی که میدونستن، تا رسید به جریان به اصطلاح مسائل دیگه و به اصطلاح این مسئله فراگیر شد و دیگه دولت و اون بخش قوه مجریه مجبور شد مراکز مذهبی رو ببنده. 3 دلیل بود که مخالفت میکردن. یکی بحث الهیات مذهبی بود، یکی بحث اقتصاد سیاسی مذهبی بود و یکی این که اینها میخواستن بگویند که به اصطلاح یعنی 4 مسئله که بگویند که ما نه میتوانیم، همینطور که آقای خامنه‌ای گفت، اولا خیلی مسئله مهمی نیست و بعد اینکه ما میتوانیم این رو حل بکنیم، مشکلاتی نیست، مشکل حل میشه. و از همه مهمتر بعد از اینکه دیگه وسط ماجرا قرار گرفتن دیدن که بهترین ابزاری شاید باشه برای کنترل جنبش‌های اجتماعی. در این حال واقعیت امر این است که این مسئله سبب شد که 1,750,000,000 دلار به بنیاد برکت بدهند که با این پول می توانستن 60 میلیون نفر ایرانی رو واکسن به اصطلاح دو تا واکسن بزنن با واکسن هایی که به اصطلاح هم واکسن فایزر و مدرنا و واکسن های معروف جهانی. خب اینها دیدن نه، اصلا همچین چیزی نیست، نه جایگاهی دارن از نظر ساختمانی تجهیزات و نه به اصطلاح اون زیر ساخت هایی لازم رو دارن. بابا کمال وقاحت هم خود آقای مخبر میاد میگه حاج آقا رئیسی از 4 کشور اروپایی به ما گفتن
به بنیاد برکت نامه زدن که بیایید بگویید که این تجهیزاتتون رو چجوری شما ساختید. و وقاحت دروغگویی تا چه حد. این مسئله داشت به یک اپیدمی بزرگ تبدیل میشه و هنوز هم ما توشیم. هنوز هم آقایون به طور جد 15% جامعه ایران رو واکسن زدن، 4 میلیون فقط 2 دوز رو گرفتن، الباقی 1 دوز مونده، هنوز هم با این مشکل مواجه هستن. برای همین بود که ما به کرات در و جامعه مدنی الیت سیاسی به کرات فریاد می زدن که باید سریع سازمان بهداشت جهانی، سریع به صفحه جهانی پزشکان بدون مرز وارد ایران بشه. من اعلام می کردم که باید به اصطلاح در مصاحبه ها و گفتگوها اعلام شرایط اضطراری در کشور بشه، اعلام شرایط اضطراری بهداشتی در جهان بشه در رابطه با ایران و تمام جهانیان بیان به کمک. بلکه یک قتل عام بزرگ، یعنی این چیزی که در روزنامه جوان اون آقا گفت ما باید الان 700 800 هزار تا کشته داده باشیم، چیزی که آقای اکبر عبدی میگه، عباس عبدی میگه بالای 200 بوده، سازمان نظام پزشکی اعضاشون میگن بالای 300 400، یعنی از کشته های جنگ بالاتر. به اضافه اینکه ضربه هایی که به روند اقتصاد زده و این شیوهایی هم که تاکنون آقایون رفتار کردن، اینکه قرنطینه فلان، اینا همش فقط به خاطر جمع‌آوری جریمه‌های نقدی بوده که از مردم می‌گرفتن و تو همین یک هفته آخری فقط 300 میلیارد تومان جریمه مردمی که رفتن به شمال و شهرهای دیگه جریمه کردن و یه منبع درآمد شد. از یه طرفی می‌خواستن به یک مسئله فکر می‌کردن به این سادگی می‌توانن درست بکنن، یک مسئله رانت بزرگی رو می‌تونن برای نهاد ستاد برکت ایجاد کنن، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد برکت، و دیدن اینم نمیشه. خب اگر این مسیر اینجوری پیدا بکنه، این که جنبش اجتماعی رو شما بتوانید مهار بکنن، اولا در همین دوره کرونا 2 برابر شد اعتراضات، و اگر قرار باشه جامعه بر سر گرسنگی، بیکاری، تورم، کسادی اقتصاد و خوشسالی و همین و مردن با کرونا انتخاب بکنه، راه خیابان رو در پیش میگیره و عملا تبدیل داره میشه به یه شمشیر دولت. در نتیجه آقای خامنه ای علارغم اون لجاجت و علارغم اون غرور همیشگیش، ایشون گفتن که بله من مجازن از کشورهای از هر کجای جهان میتوانن وارد کنن، بازم از رو نرفتن دوروریاشون، گفتن بله باید از ایتالیا مثلا بیاد، از آلمان بیاد، از فلان، بعد از امریکا و انگلیس نگید. من این سفاهت و بلاهت یک چیز کاملا آقای لحرمدی سیستماتیکه. اون پزشکی که الان وزیر بهداشت کشور شده جز به اون 2500 نفری به اصطلاح پزشکانی بودن که فرمانشات آقای خامنه ای رو تایید کردن، آقای میاد در تلویزیون اعلام میکند که بله در درون این واکس‌ها یک چیپسی الکترونیکی گذاشتن، این میرود در مخچه مسلمین و شیعیان، اونجا رو دستکاری میکنه، اندیشه های مذهبی رو کنار میذاره و اندیشه های سکولار رو، یعنی به این فصاحت، سفاحت و بلاهت و جهل و عوام فریبی و نمیدونم واقعا چه واژگانی پیدا کنیم، تا کجا رفته که یک مسئله علمی رو آقایون میان حالا اون اومدن طب اسلامی رو گذاشتن جلو. اول گفتن شاش و شکو، بعد گفتن انورنسا، بعد گفتن نمیدونم داروی امام موسی کاظم یا امام رضا، بعد یه پزشک اون آقای رضایی پزشک طب اسلامی که میگفت من 10,000 نفر از بیماریان کرونایی رو در معرض مرگ بودن و داشتن میبردن، از طریق طب اسلامی من شفا دادم، خودش در سر کرونا بود و هنوزم از رو نمیرن. این مسئله نمایش های و اون مناسب های آیین های محرم و عزاداری رو بازم خود آقای خامنه‌ای اینجا تکرار کرد و بازم اونجا منبعی شد که این ویروس گسترش بیشتری پیدا بکنه. بنابراین حالا اگر آقای خامنه‌ای این حرف زده، اگر آقای این چیزی کرده، به سر کوتاهی رو کردن، حالا جدا از این که ممکنه پشتش هم محبوبیتی برای آقای رئیسی باشه، نه واقعیت اونم میتونه باشه، ولی عمده مسئله اینه که کشور در یک فاجعه ملی و یک فاجعه بین المللی قرار داره و از تبعاتش
آقایون ترسیدن و تا این لحظه هم که هنوز اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، ولی ثابت شد ژاپن خودش میفرسته 3 میلیون دوز واکسن، پول و هزینه‌هاش هم نمیگیره، امریکا میتونه سدیه بکنه. بسیاری از کشورها را واکسن های زیادی سر دستشون هست، با حداقل قیمت میتونن به ایران بدن و این پولش هم موجوده، یعنی به 2 میلیارد هم نمیرسه، به 3 میلیارد هم نمیرسه، این پول موجوده و میتوانستن این کارو بکنن، که هنوز هم البته در عمل ما اتفاقی رو نمیبینیم. آقای آصفی، یکی از مسائلی که خب در ابتدای دولت جدید مطرح شد این که آقای رئیسی صحبت کرد که مردم باید مطالبه گری بکنن، از دفتر ایشون و از دفتر آقای اجی تماس گرفتن، با برخی روزنامه‌نگاران صاحب نظران و از اونها راهنمایی خواستن و عنوان کردن که رسانه‌ها و مردم باید نظارت داشته باشن و خب پیشنهادات خودشون رو بدن. یکی از مطالبه هایی که الان در چند وقت گذشته مطرح شد این بود که با کسانی که جلوی واردات واکسن رو گرفتن و باعث این فاجعه‌ای که الان در ایران هست شدن، باید با اینها برخورد بشن. چند تا از فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران چند وقت گذشته ظاهراً گمانه‌زنی هست که قرار بوده یک بیانیه‌ای صادر بکنن مبنی بر اینکه آقای خامنه‌ای و هر کسی که به هر حال در این مسئله دخیل بودن باید مورد پیگرد قرار بگیرن و خب برخی از کنشگران هم در داخل و خارج کشور به صراحت صحبت از آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و کسی که به صراحت در صدا و سیما حاضر شد و ورود واکسن رو ممنوع اعلام کرد صحبت از مسئولیت ایشون کردن، اما در کنارش میبینیم مثلا در کلاب هاوس یا در خیلی از برنامه های تلویزیونی به دنبال در واقع رفع مسئولیت از آقای خامنه‌ای هستند و اگر هم به هر حال شکایت یا اعتراضی هست اون رو در حد وزیر بهداشت و امثالهم میخوان تقلیل بدن. به نظر شما آیا مطالبه گری در شرایط کنونی از شخص رهبر کشور امکان پذیر هست و آیا رهبر کشور میاد حداقل در همین مورد بیا توضیح بده و شفاف سازی بکنه که چرا چون این موزه غیر انسانی و غیر تخصصی گرفته یا نه؟ والا انتقاد از رهبر که 2 سال انتقادی در این سطح که 2 سال میگن زندانی داره برای طبق چیز قانون مجازات اسلامی. کجا رهبری تا حالا اومده اظهار تأسف و اظهار پشیمانی کرده؟ فقط یک جا من دیدم، اونم در دوره احمدی نژاد بود، گفت من عذرخواهی میکنم از مردم که ما کوتاهی کردیم و مردم رو تشویق به زاد و ولد نکردیم که جمعیت ایران بالا بره. این عذرخواهی ایشون بود که فکر میکنه مثلا بالا رفتن جمعیت به توصیه است، مثلا به کار فرهنگیه، در حالی که بابا به زیر ساخته، به رفاه، به چشمنداز و افقه. در خود همین قانون اساسی میگه رهبر با شهروندادی هیچ فرقی نداره. خب اگه فرقی نداره شکایت کردن علیه ایشون چه چیزی داره؟ شما اجازه چرا باید این بچه ها رو بگیرن؟ چرا باید این طفلی ها وکلای عزیز و روزنامه‌نگار عزیز رو بگیرن؟ گیرم هم که شکایت میخواستن بکنن، حق قانونیشون بوده و بعدش هم حالا خب ما میرسیم به جایی هم نمیرسه. منتها اینها ترسشون از فراگیر شدن این موج بود که این کشداری که از جنگ 8 ساله بالاتر شد، 2 برابر شد و این کشداری که دارد میرود جنبه جهانی هم دیگه بگیره و همه انگشت ها به سمت خود آقای خامنه‌ای هست، میخواستن جلوی این رو بگیرن و در به زعم خودشون در متفقه بکنن. اما شما میبینید که بنده به قول معروف منفرد که اینجا میام خدمتتون اعلام جرم میکنم علیه ایشون و ایشون رو مقصر میدونم، بیا تا کنشگران دیگر که بیانیه میدن، بیا تا افراد دیگری که میان تو تلویزیون کامل این رو میدن. آیا وزیر بهداشت چه کاره است؟ وزیر بهداشت اولا خودش یاد به رانتفور بوده، شرکت وارداتی داشته، ساخت واکسن رو میخواسته انجام بده، بنیاد برکت به همین شکل، همه به دنبال یک رانت بودن و بعد همه این مسائل برمیگشتن. چه کسی میتوانست در برابر اراده قاهره یا آقای خامنه‌ای مقاومت بکنه؟ اگه ایشون میگفت آقا واکسن آزاد از هر کجای جهان بخواد بیاد، ایشون چنان با
شادی و شعف و انگار کشف بزرگی کرده از خود امریکایی‌ها، متهمن به اینکه این ویروس رو درست کردن، حالا میخوان به ما بدهن. خب این اطلاعات علمی رو از کجا آوردی آقای خامنه‌ای؟ شما در بحث آبان 98 میگفتیم من که تخصص اقتصادی ندارم، آقایون گفتن بنزین بره بالا، ما گفتیم باشه. کی این تخصص پیچیده رو به شما داده؟ این همه به قول معروف کشورهای حتی اروپایی جرأت نکردن برن به سمت ساختن واکسن، چون زمان بر بود، هزینه بر بود. از اروپا، سوئد، کانادا، ژاپن هم پیشتاز واکسن سازی همین دو سه شرکت امریکایی بودن. به محض اینکه تولید شد، بلافاصله تحت لیسانس خط تولیدشون رو گرفتن و مردم رو واکسن سازی می‌کردن. این مسئله که آقایون میان این گونه برخورد میکنن در سیاست، همون سیاست رو به وحشته. ولی یه مسئله مهم اینه که ترس ریخته و الان دیگه با توجه به یک کاسه شدن حکومت، هر اتفاقی تو این کشور بیفته حمله اصلی به مرکز قدرته، حمله اصلی به رأس حرم مرکز قدرته. این مسئله تحول بسیار بزرگیه که از تحریم انتخابات 1400 به این بعد در این کشور رخ داده. آقای آصفی ببخشید، ما چون فرصت ما محدود هست، یک سوال بسیار مهم دیگر هم از خدمت شما داشتم. در چند وقت گذشته فیلم های منتشر شد، جمعیت از زندان اوین که خب ظاهرا در رابطه با بدرفتاری نسبت به زندانیان یا درگیری هایی که مأمورین با زندانیان و زندانیان با همدیگه داشتن، و خب یک تصویر بسیار هرچند قابل پیش بینی بود ولی شاید برای اولین بارها بود که به عینه وضعیتی که در زندان اوین و احتمالاً در زندان‌های دیگر بود به عینه آمد و نمایش داده شد برای افکار عمومی. گمانه‌زنی‌های زیادی هم مطرح شده در چند وقت گذشته مبنی بر اینکه منشأ این کسانی که هک کردن به نام عدالت علی در کجا هستن. برخی گفتن احتمالاً هکرهای کشورهای دیگر هستن، برخی هکرهای داخلی رو صحبت کردن، و برخی این رو در واقع در راستای همون جدالهای سیاسی درون گروه‌های قدرت دونستن. می‌خواستم بپرسم از شما، نظر شما چی هست؟ فکر می‌کنین که در این شرایطی که دولت تازه بر سر کار آمده و آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه به هر حال منصوب شدن، تحلیل شما از در واقع بیرون دادن این ویدیوهای منتشر شدنشون چی است و چه تأثیری به نظرتون میتونه داشته باشه در فضای قضایی و وضعیت زندانهای ایران؟ ببینید، این جمعیت مامالی، این فیلم هایی که بیرون دادن، این جمعیت که نمیشه گفت، همون عدالت علی رو میگم، منظورا گروه عدالت علی، این فیلم ها در دوره‌ای بوده که آقای رئیسی به اصطلاح رئیس قوه قضاییه بوده و ظاهرا در گماری آقای اژه‌ای بر قوه قضاییه اعتراضاتی در درون خود نیروهای اصولگرا بود، از جمله میگم خود آقای رئیس. این رو حالا من شایعات نمیتونم گوش کنم. اما چه فرقی داره برای من آقای نخلمن؟ کار انگلیس، موساد، امریکاست، فلان، هر کار صدام هست، چه میدونم، هر کفار بی خدایان، مهم اونی که جنایت در زندان ها داره صورت میگیره، مهم اینه که نقض سیستماتیک حقوق بشر داره صورت میگیره، مهم اینه که اگه زندانی معتاد، مجرم عادی، به چه حقی باید اینجوری باش برخورد بشه، به چه حقی؟ بعدش هم برای آقای رئیس زندان اوین حالا یه اصفایی آبکی کرده به قول معروف. همینطوری اون مسئله اینه که جایی دیگه در جهان بودن کابینه میرفت، دولت میرفت، کدام یک از علمای اسلام آمدن بر سر خودشون زدن؟ اون موقع که میگفتن در کریزک تجاوز به جوانان مردم شده، کدام یک از این علمای حجج اسلام آمدن عمامه بر زمین زدن و با اسلام ها سر بدن؟ اینجا در درون زندان حالا بخشیش اومده بیرون، نوک کوه یخه. ما در دهه 60 که زندان بودیم چی میفهمیم؟ فقط روایت های ما بعد از اینکه از زندان میومدیم مردم میفهمیدن. یا در جریان اون به اصطلاح بازجویی زن سعید امامی که حالا به هر اختلافاتی که اونجا بود بیرون داده شد،
یا ممکنه همون اختلافات باشه، من نمیدونم. اصلا بگو کار اسرائیل باشه، کار انگلیس باشه، در حال جرمیه، اینجا جرمه. اینجا دیگه دروغ نیست، اینجا دیگه نمیتونی بگی آقا دیگه بقول یه زمانی از جمهوری اسلامی میپرسیدن آقا در زندان‌های شما، در زندان‌های گوانتانامو اینجوریه، در زندان‌های امریکا هم اینجوریه. امریکا اگه دنبال حقوق بشره بره، چرا با لیبی اینجوری کرد؟ هر سالی می‌کردید یه گزینه دیگه می‌ذاشتن رو بود. بابا این مسئله است. امیدواریم اگر انگلیس، اگر امریکاست، اگر از نهادهای درون خودشون هست، امیدواریم که این مسئله بیاد و ببره به سمت زندانیان سیاسی، ببره به سمت اون بخشای امنیتی تر و افشا بشه، روشن بشه که چه چیزی در این مملکت داره می‌گذره. هر تصفیه حسابی هم اگر بین خودشون باشن، با هر انگیزه‌ای، برای مایی که طرفدار حقوق بشر و حقوق انسان خودمون رو اعلام می‌کنیم، به نظر من اصلا نباید گوشمون رو به این چیزا بدهکار کنیم در وهله اول، که بگیم یه امر ضد بشری و یه جنایت سیستماتیک رو رخ میده، واقعا وحشیانه است. واقعا وقتی میاد آقای خامنه‌ای در میومد میگفت این سیاه‌پوست اومده پا گذاشته پلیس امریکا رو گردنش، آقایون پررو هم هستن، خب بفرما یه موضع‌گیری بکنید، خب بزن بر سرشون. مگه نمیگید اون کنگره امریکا فلان چی گستاخش، فلان نماینده گستاخش آقای اوباما، این رئیس جمهور فدرال آقای اوباما نمیزند در دهنه ایشون؟ فکر کرده اونجا هم ولی فقیه که رئیس جمهور بتونه بذاره در دهنه. خب آقا اینجا هست، بفرما تحویل بگیرید. و این اسناد دیگه ای که باز اومده. بنابراین این مسئله، من الان خیلی ذهنمو درگیر این مسئله، چون اگه بخوایم بگیم بس متول میشه و همه اینا گمانه های تحلیلیه که آیا جناح دیگه ای بوده، آیا رقابت های. اما یه چیزی رو به عنوان نکته پایانی بگم، شیوه منازعات، یعنی آرایش نیروهای سیاسی در ایران کاملا به هم خورد. یعنی دیگه از دوره اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان و دولت محور همه اینا ما دیگه تموم کردن، این بازی دیگه برای ابد در جمهوری اسلامی تموم شد. از این جا دیگه آرایش سیاسی در درون همین بود، دعوای اصلیشون هم سر رانت و موقعیت‌های مالی و مناسب سیاسی و در نتیجه جنس مسائلشون جنس امنیتیه، یعنی جنس اون تصفیه حساب‌هایی که ممکنه بود. یه بخشی اینجوری میندازن بیرون، یه بخشی رو ممکنه بگیرن، یه بخشی پرونده سازی کنن، یه بخشی فرار بکنن و افشاگری های مختلفی علیه هم دیگه بشه. و این مسئله سفارایی نیروهای جدید که داره میاد از این جنسه، به دلیل اینکه کل این جریان یک جریان امنیتی و یک جریان نظامی و یک جریان به اصطلاح روحانی که در هر مرکز به اصطلاح هسته مرکزی قدرت هستن، اینها همه بر اهرم های امنیتی و اطلاعاتی سوارن. در نتیجه برای تصویر حساب ممکنه خب دست به این کارا بزنن. اما به هر حال من میگم وارد این قضیه حالا فعلا نمیخوام بشم، ولی هر کس که بوده، اگه یکی بگه کارش شد بود کارش شایی بشه، امریکا بوده، انگلیس بوده، هر کس، عربستان بوده، چه فرقی داره؟ شما جنایت کردید، شما نقض حقوق بشر دارید میکنید و آبروی شما رفته، شما باید جل بر سر بگیرید، شما باید عمامه بر زمین بزنید. و این اتفاقاتی رو ما فقط ببینیم در حد اینکه یه عده رو معرفی کردن به مثلا دادگاه و که اینا رو مد کارهای جمهوری اسلامیه دیگه، که فکر میکنه اینا مثلا سیستماتیک و بنیادی سرکوب وجود داره. وقتی این هست، حالا دو سه نفر تون روی تر میکنن اونا رو میزنن، ولی دست به سیستم نمیزنن و این باز قابل تکراره، مگر اینکه یک افشاگری وسیع رخ بده و یک اعتراضات وسیع. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی از تهران، که با من همراه بودین در این قسمت از برنامه سردبیر. متاسفانه وقت ما به پایان رسید، امیدوارم هفته آینده چهارشنبه هم باز هم توفیقی باشه در خدمت شما باشم و مروری بکنیم بر اخبار و رویدادهایی که در ایران اتفاق افتاده، و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. مرسی، تا هفته دیگر. سپاسگزارم.